سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. بریم سراغ ادامه بحث جنکینز و قبلش هم من وبسایت همکار عزیزمون رو بهتون معرفی کنم برای خرید کفش که خیلی به ما توی ساخت این ویدیو کمک میکنه. راجع به جنکینز داشتیم صحبت میکردیم، نصبش کردیم، رانش کردیم، بریم سراغ خود جنکینز. خب من لینوکس رو باز کنم. من یه تغییراتی هم توی این تنظیمات لینوکسی دارم، یه ذره واضح تر میشد. جلسه قبلی فکر کنم اون صفحه لینوکس هم خیلی بد بود، عذرخواهی میکنم. یه کوچولو یادم رفت تو تنظیماتش رو درست کنم، ولی خب این جلسه درست کنم. رزولوشنش رو دقیقا اشتباه کانفیگ کرده بودم. خب بریم سراغ جنکینز. میام توی بروزرمون و لوکال هاست پورت 8080 ران میکنیم، جنکینزمون باز میشه. من فکر کنم زومش رو خیلی کم کردم، میارمش رو 100%. اوکی، الان فکر کنم قشنگ واضحه. خب بریم ببینیم چی کارا میتونیم بکنیم. اول بریم یه کوچولو صحبت کنیم راجع به این که جنکینز چجوری کار میکنه. هر کاری که شما رو جنکینز میخواید انجام بدید بچه ها، بعد در قالب یک جاب تعریف بشه. چیزی که اینجا دارید میبینید کریت جاب، یعنی شما باید یک جاب تعریف بکنید تا بخواید یک تسکی رو براتون انجام بده جنکینز. اگه بخوام یک تعریفی از جاب بگم، خب یک تس، هر تسک قابل اجرایی که توسط جنکینز کنترل میشه. پس میشه گفت توی جنکینز شما همه چی با جاب تعریف میشه. خب بریم یه جاب تعریف بکنیم. مدل های مختلف جاب اینجا وجود داره. یه فری استایل پروژکت وجود داره، پایپلاین وجود داره، مولتی کانفیگوریشن پروژکت وجود داره و الی آخر. از همه ساده تر و دم دست تر فری استایل پروژکته که در واقع یک تئوری توزیعی که خودش نوشته. حتی این چیزی که اینجا میخوام اینجا ننوشته. بریم با هم دیگه میبینیم، فکر ببینیم قشنگتر باشه. یه اسم براش اول بذارید، مثلا my first job. بعد این انتخاب میکنید، اوکی رو میزنید. خب صفحه دقیقا طراحی جاب باز میشه. تو این صفحه مشخصات جابتون رو برای تعریف کنید. خب اولین کاری که میکنید یه دسکریپشن به نظرم براش داشته باشید، ضرر نداره. خب یه دسکریپشن یه خطی دو خطی، حالا هر جوری که خودتون راحتید. من یه مینویسم This is first sample job for مثلا تست. خب اینا رو فعلا دست نمیزنیم، کار با اینا نداریم. میام پایین، ادوانس هم داره که اصلا واردش نمیشیم فعلا. اینا رو هم کار نداریم بهش، میام پایین. خب قسمتی که باهاش کار داریم قسمت بیلد استپه. خب چه آپشن هایی داریم؟ Execute Windows Batch Command. خب ما داریم رو محیط لینوکس کار میکنیم، پس طبیعتا این خیلی به دردمون نمیخوره. Execute shell میتونه به دردمون بخوره تو لینوکس. Invoke and invoke gradle script که بعداً راجع به صحبت میکنیم. Invoke top level maven target، maven هم بعداً راجع به صحبت میکنیم. و دو تا گزینه دیگه مهم است. خب چیزی که میخوام، ساده ترین چیزی که میخوام این جلسه راجع بهش صحبت بکنیم، میخوام یه دونه bash script بنویسیم. Execute shell رو انتخاب میکنم. میتونم اینجا در حقیقت اون دستوری که میخوام اجرا بشه توسط این جاب رو اینجا بنویسم. یه دستور ساده یه اکو مینویسم. اکو مثلا Hello my team This is first Jenkins job. و در نهایت میتونیم گزینه سیو رو بزنیم که جابمون درست بشه. خب
حالا اگه ببین تو صفحه داشبوردمون این بالا سمت چپ یه صفحه یه جدول طور براتون میاد که تو این جدول شما میتونید تمام جاب هایی که تا الان درست کردید رو ببینید. اولیش چیه؟ استاتوسه. خب این جاب من هنوز اجرا نکردم، پس این شکلیه، هنوز بیلد نشده. این چی میگه؟ وضعیتش رو نشون میده. اوکیه، اسمشو، آخرین باری که اتفاق افتاده این جابو، که فعلا هیچ اتفاقی نیفتاده، اگه فیل شده باشه چقدر طول کشیده آخرین بار اجرا بشه و این توضیحات. حالا من این جاب رو میخوام اجراش کنم، میام اینجا، خب این جاب رو اجرا میکنم. خب برای اجراش هم میتونید علامت پلی این آخر رو بزنید، هم فکر کنم روی خود اسم که برید یه دونه فلش کوچولو میاد، اینو بزنید، یه بیلد ناو داره، میتونید اینم بزنید، فرق نمیکنه. من اینو میزنم، اینجا اجرا میشه. اجرا نشد. خب اشکال نداره، بیام اینجا، از اینجا میزنم بیلد ناو. خب اجرا نمیشه، هیچ اشکالی نداره بچه ها. بعد ببینیم مشکل کجاست که اجرا نمیشه. یه رفرش بکنیم سفر رو. خب رفرش نیازش بنده خدا. اجرا شده بود، 8 بار اجرا شده یا اول فاز. خب اشکال نداره. الان نگاه کنید، میگه که 6.5 ثانیه پیش آخرین بار اجرا شده، 53 میلی ثانیه هم طول کشیده که اجرا بشه. خیلی هم عالی. خب بریم این 8 دفعه رو ببینیم. روش کلیک بکنی صفحهش باز میشه. خب وضعیتش رو نشون میده، اینکه کی اینو اجرا کرده، اینجا اسمش میاد، خب چه تاریخی بوده، ساعت 1 صبح من دارم این ویدیو رو از شما ضبط میکنم، بعد 53 ثانیه طول کشیده، 1 دقیقه قبل بوده. بعد میتونید خروجیش هم برید اینجا ببینید، توی اینجا نیا که ناشد خروجیش هم بهتون نشون میده. بعد دیگه چی داریم اینجا؟ خب بیام تو داشبورد دوباره، بریم رو خود این جابه. آها نیا که این 8 دفعه که من اجراش کردم و حواسم نبود، فهمی کردم اجرا نمیشه، اینجا هم یه سری اطلاعات کلی میده. اینجا میتونید یه بار دیگه اجرا کنید، مثلا اینو یه بار دیگه بزنم، یکون یه دفعه دیگه اجرا شد، 1:12 که همین الان بود اجرا شد. عذرخواهی میکنم. و چیز دیگه نمیمونه اینجا بخوام بهتون نشون بدم، همه چیو گفتم بهتون. اینجا هم یه هیستوری از تمام دفعاتی که اجرا شده، مثلا میتونید هر کدوم دوست دارید باز کنید، مثلا 6 میاره میتونم باز کنم براتون، خروجیش رو میتونید برید ببینید که طبیعتا همون کامندی که نوشته. این هم یه مرور کلی توی صفحه جنکیز و جاب. بریم بیایم میخوایم بیشتر راجع به جاب صحبت بکنیم و کانفیگش رو ببینیم. فعلا خدا.